گردونه فروپاشی نظام شما در کلیت و در تمامیتش هر روز و هر هفته با شتاب بیشتری به چرخش در اومد. تصور نکنید یک مقدار آرامش ایجاد شده. میبینید در دانشکده، در دانشگاه شریف، در دانشگاه‌های مختلف، در شهرهای مختلف، در شهرهای مرزی، در کردستان، در تهران، در جاهای دیگه هر روز شما درگیری با مردم ایران هستید. اما اون قشری که باید در روز نهایی جلوی شما به ایسته نشسته و داره نقشه‌هایی رو طراحی میکنه تا پوست از شما بکنه. زمان مبارزه بدون خشونت تمام شد. برای اینکه شما خشونت رو به حد اعلاش رسوندید و شما در کمال وقاحت در روز روشن مردم ما رو به گلوله بستید، مردم ما رو زیر خودروهای خودتون گرفتید. در جواب اون کار شما خودروهای بسیاری حالا در میان شما مرد موتور سوارانتون و خودروهاتون میان و شماها رو یعنی جوابتون رو خواهند. خبرهای مبنی بر ریزش نیروهای سرکوبگر با کمی دیر کرد به دست مردم داره میرسه. بسیاری از دیپلمات‌های شما در کشورهای خارجی دارن به کشورهای خارجی پناهنده میشن. بسیاری از اسناد شما در دست کشورهای خارجی است. کشورهای خارجی که ما به اندازه یک دوزاری دیگه قبولشون نداریم. ما ملت ایران به درک این واقعیت رسیدیم که تنها هستیم و با تنهایی خودمون باید با شما مبارزه کنیم و باید شما رو کمرتون رو بشکنیم، قزک پاتون رو بشکنیم و به زمینتون بزنیم. تلویزیون آریامهر تنها رسانه ایست که با صدای بلند میگه زمان زمان اینه که اگر با مردم مسلحانه رفتار کنید، از این ثانیه به بعد مسلحانه مردم در مقابلتون میایستن. باورم کنید، زمانی که گفتم موتوراتون رو آتش خواه مردم خواهند زد باورم نکردید. دیدید چه بلایی سرتون آوردن. زمانی که گفتیم ادارات دولتیتون رو به آتش میکشن باور نکردید. دیدی کشیدن. جواب گلوله گلوله است. بسیاری از بچه های ما رو با گلوله کشتید. بسیاری از بچه های ما رو در کهریزک و در عشرت آباد و در زندان ها و سیاهچال های دیگه تون کشتید. ازتون تومه خواهیم گرفت. دنبال انتقام گیری نیستیم، اما دنبال بکارگیری عدالت هستیم. من مستقیم و غیر مستقیم دارم بهتون هشدار میدم که از این ثانیه به بعد هر ایرانی رو که به دار بزنید برای اتفاقی که در عاشورای حسینی شما و جشن ملی مردم ایران و توفی که به روی شما و دکان دینتون انداختند، باورم بفرمایید یک اعدام در زندانها برای تظاهرات آشوا و تاسوعا مرگ یک آخونده، مرگ یکی از سران رژیم ترورتون خواهند کرد و نقشه هاش کشیده شده. این حرفا رو اون تلویزیون های دوزاری به شما نمیزنن. من دارم بهتون التیماتوم میدم. شما جهاد میدین، من دارم به شما التیماتوم میدم و عمل خواهیم کرد. شما دیگه توانایی این را ندارید تا همچون سالهای پیشین در پستوها و محلهای محفلهای تاریک و نمور خودتون بچه های ما رو شکنجه بدید، آزار و اذیت کنید، تجاوز جنسی روحی کنید. چون تصمیم بر این گرفته شده پارتیزان های ایران، بچه های جنگجوی ایران، بچه های کوروش میخوان از شما هاستج بگیرن، از رهبران شما، از وکلای مجلس شما. روی سخنم با شما حرامزاده هاییست که در مجلس اشغال شده با نام شورای اسلامی نشستید. بچه ها در کمین شما هستن. بچه ها در کمین اون حاجی بازاری های شکم گنده هستن که با شما ها دارن همکاری میکنن. بچه ها در کمین لباس شخصی هایی هستن که شناسایی شدن خودشون به خانواده شون به سراغتون خواهیم آمد. بازی تمام شد. بازی یک طرفه تمام شد.
بازی بازی جنگه، برای بازپسگیری خاک، برای بازپسگیری حیثیت، برای بازپسگیری شرف، برای بازپسگیری حرمت و برای بازپسگیری خاک کشورمون از شما زنازاده هایی که کشور ما را اشغال کردید. ممکنه بعضی سیاستمداران و دیپلمات ها از حرفای من خوششون نیاد. من یک سربازم و بسیاری از دوستان من، بسیاری از جانبازان کشور من که با هم در ارتباطیم به این نتیجه رسیده ایم که باید جلوی شما مسلحانه بایستیم و با شما بجنگیم. هیچ تعارف و رودربایستی هم باهاتون ندارم. امروز 11 فوریه سال 2010 میلادی به شما حکومت اسلامی اعلام جنگ میکنیم و با شما میجنگیم. نه به امریکا اعتماد داریم، نه به تمامیت اروپا اعتماد داریم، نه به روسیه، نه به چین. کمک هیچ کس رو که به ما هم نکردند و از شما هم حمایت کردن نمیخواد. جلوتون میایستیم، زمینتون میزنیم. زمین زدن شما، از شما هاستش گرفتن، مثل شماهایی که بیش از 100,000 جوون ما رو هاستش گرفتید و در زندان هاتون دارید شکنجه میکنید، کار آسونی نیست، کار ساده سختی نیست. دستگیری 15 تا 20 تا 50 تا 100 تا از اون حرومزاده هایی که تو مجلس شوراتون یا از این لباس شخصیاتون یا نمیدونم اونایی که تو قوه قضاییتون و این ورون برتون هستن، به دنبالتون هستیم، نشانتون کردیم، دقیقا میدونیم خونتون کجاست، آشیانتون کجاست، زن و بچهتون کجان، به دنبالتون هستیم. باهاتون بهتون اعلام جنگ سعید سکویی در تلویزیون آریا مهر داره میده. نامش را جهاد میخواهید بگذارید؟ بگذارید. شمار ناراضیان و بیزاران از حکومت کثافت شما بی پدر و مادرهایی که بیش از 2-3 میلیون مردم ما رو در طول 30 سال گذشته کشتید و نابود کردید، نقص عضوشون کردید، جانباز چند درصدیشون کردید، موجیشون کردید، هروئینیشون کردید، به اعتیاد و فحشا کشوندیدشون، ناموسشون رو صادر کردید، به جایی کار رسیده که داریم بهتون بعد از 30 سال اعلام جنگ میکنیم و بولشت هم با اتون ندارم. جلوتون میخواییم مسلحانه بایستیم، منتها پارتیزانی و زیرزمینی میزنیم اتون. در 22 بهمن اگر به خیابان آبیان مردم و اونها رو بخواید با اسلحه گرم بزنید، با اسلحه گرم میزنیم تو. جهاد رو حتما نباید یک آخوند مفعول بی پدر و مادر حرامزاده بده. ما به شما اعلام جنگ از همین امروز میکنیم و جلوی شما با اسلحه گرم میشتیم. نفرت ما فقط از خامنه ای نیست، نفرت ما فقط از احمدی نژاد نیست، نفرت ما از کلیت نظام شما در تمامیتش، یعنی موجودیت نظام شما رو میخوایم به آتش بکشیم، میخوایم نابودتون کنیم. و برای این امر من مدت هاست جانم را در طبقه اخلاص گذاشتم. شما آدم کشا مهم نیست در خیابانهای تهران آدم بکشید، یا لندن، یا برلین، یا فرانکفورت، یا تورانتو، یا لس آنجلس، راحت من را میتونید بکشید. اعلام جنگ سعید سکویی رو امروز جدی بگیرید، برای اینکه طرح و نقشه هایی ریخته شده که بزرگاتون رو خواهیم زد در همین چند هفته آینده. کسانی که سالهاست در رکاب رهبری دارن پا میزنند، کسانی که خودشون رو در بیت رهبری ذوب شده هستند، کسانی که سالهاست با نام اصلاح طلبی دارن به ملت ایران خیانت میکنند، کسانی که در خارج از کشور با رژیم اسلامی دارن همکاری میکنند، به شما هم امروز اعلام جنگ میکنم. شما به زودی با طوفان دوباره برخاسته و نیرومند ملت ایران
در همین چند روز و چند هفته آینده با هزار مگنتیود قویتر روبرو خواهید شد. این بار امان را از شما خواهیم گرفت.